با درود و خسته نباشید، امروز هم آموزش تعویض محور عقب چرخ عقب پراید رو داریم. به این واسه تعویضش شما باید لنت ها رو آزاد کنید، چرخ آزاد کنید. اینجا باید با یه آچار چاکدار این کار رو انجام بدید، خیلی بهتره. پیچ ترمز و لوله ترمز رو باز میکنید. آه ما بریم خونه، میام پیشت. قربونت برم، سلام. باشم اینجا واسه سر شلنگ روغن نره. ببین اینجا رو خود پیچ هواگیریش یه دونه چی داره، اینو میزنید اینجا، تموم شد دیگه، این روغن نمیده. خب اینجا ببین ترمز دستی رو آزاد میکنید، در میارید وسیله بوکس 14، حالا یا رابط کوتاه کوتاه یا رابط کوتاه. کمک و اول از هر چیز باید باز کنید. کمکی که باز کردید، 4 تا پیچ روی محور داره. نگاه کنید اینجا، از این طرف پرسی، از اون طرف مهره داره. 4 تا مهره ها رو باید باز کنید. این دو تاش این بالا میخوره، یکیش هم اینجا، این دو تاش، دو تاش هم باید اکسل رو فشار بدید پایین، زیر کمک میخوره. این یکیش، اینو که باز کردید اینجا پیچ ABSش هم باز میکنید. اینو میکشید بیرون. اینجا بعدی 4 تا پیچای پرسی رو در بیارید بیرون. حالا روش در آوردنش فرق میکنه، حتما باید مهره رو ببندید یا حالا با چکش سر رو بزنید یا با چکش بادی. مثلا من حالا با چکش بادی درش بیارم، میبندید با چکش بادی. یکیش، اینا رو همه رو آزاد میکنید، مهره رو ببندید که رزوه هاش خراب نشه. آزاد کردید، اونم دو تا ضربه دیگه بزنید در بیاد. این از این محور کجه، قشنگ معلومه، همین باعث میشه پای سر هم بلبرینگ خراب کن. خب بریم واسه جا زدن محور نوش. اینو دیگه با 6 بار باز کن، یا باید با پرس جا بزنید یا با ضربه. حالا بریم داخل. ببین اینجا این لاستیکی رو که واسه زیر ABS باید حتما بذارید، به این صورت جاش میزنید. این لاستیکی اگه در اومد دوباره بزنیدش جا. خب ببین واسه پیچاشه، پیچا رو میذارید اینجا. ببین اگه پرس ندارید یه بوکس بذارید زیرش، یه بوکس بلند، ذره بزنید رو این تا بره داخل. اگر هم دستگاه پرس دارید با پرس خیلی راحت بیاد اینجا، گیجین پین پیکان پژو هر چیزی پرس رو بیارید بالا، زیر پیچ. یکیش، مواظب باشید خط روی محور نیفته. خب اینم از اینا،
بزنید جا. ABS رو ببندید. ABS رو که بستی اینو جاش میزنید، اینجا مهرهاش رو ببندید دوباره. مهرهاش جوریه که روی بوکس میمونه، نمیفته. حالا اگرم دیدید احساس کردید داره میفته، یه پلاستیک چیزی روی بوکس بذارید که مهره رو نگر داره نیفته، مخصوصا واسه اون پیچای مهره های پایینی که داخل اکسل میخوره. خب مهره های داخلی هم این از اینجا دید دارید، از اینجا باید نگاه کنید و میزون کنید. محور هم باید دستون بذارید اینجا، یه دستون رو بذارید اینجا فشار بدید پایین، از پشت نگاه کنید. یکیش صفر کردنش. سعی کنید به حالت زبدری صفر کنید، اول این یکی، بعدش این. یکی و به آخر سرم پایین. اینا رو که صفر کردی مهره کمک رو ببندید، اون پیچش رو تنظیم کنید. حتما پیچش رو دو سه رزه گیر کنی، چون اگه مهرش از داخل ول کنه دیگه درد سر. ببین اینجا اول هر چیز واسه اینکه یادتون نره این کورکن رو در بیارید، کورکن واسه اینه، روی این میخوره. این پیچ رو ببندیدش. اینم رزواش ریزه خورده بعد قلق بسته میشه، حواستون باش. حتما یکی دو رزه با دست گیر کنید بعد دوچار. افتش کنید این تمام. این واسه جا زدن لنتاش. پیشگوشت بزرگه با پیشگوشت نوانو بیار ضربه. اینجا اهرام ترمز دستی رو جا میزنید.
پیمو رد میکنید و پیم اصلیش. خب این از این رکلاژ ترمز دستی رو تا آخر بخوابونید که راحت‌تر لنتا جا بخواد. اول این یکی لنت پیمش رو رد میکنه. یکم خم میکنید. از اینجا هم این مربعی رو حواستون باشه بیفته داخل. این یکی پین. این از اینا. اینا رو که جا زدید اینو این فنر رو یادتون نره، این واسه رکلاژ اوتوماتشه. اینو اگه جا نزنید رکلاژ اوتوماتش دیگه کار نمیکنه. خب محور رو قشنگ تمیزش کنید. بریم واسه تعویض بلوریراژ پیشکشت زهرونی توسنه که با هم خریدیم. اینجا بولورینگش نابود شده. توش رو قشنگ تمیز میکنید که ببینید کجا ضربه میزنید. سی طرف خوشید بیرون به این کل گیریسا در میاد بیرون. یه راحت میبینید کجا باید ضربه بزنید. خب به وسیله پیشگوشتی ضربه ای یکی رو در میارید، میچرخونید. این اینجا جا لبه داره واسه ضربه زدن. اونا رو باید تمیز کنید، دقیق ضربه بزنید رو اونا. اینا رو که در آوردید با دستمال قشنگ جاشو تمیز میکنید. استوب کن برو دستمال و بلبرینگاش. خب کنس بلبرینگ رو جا میزنید. اینو با پرس میتونید جا بزنید، با دو سو هم میتونید. با دو سو بهتره، پرس چون خورده فشار روی کنس میاره. یواش یواش چپ و راست ضربه میزنید. موقعی که بخوابه کف صداش کاملا عوض میشه، گوش کنید. دوباره داخل کنس و قشنگ دستمال بکشید. حالا بریم واسه کنس پشتیش. تو هر مرحله دستمال حتما بکشید. اینجوری آمده پیر شده، ما هم گیر بوکس گرفتیم تاوی. نه دیگه خود اصلا بیانم هیچ صحبت چه نکن. گفتی کی میام خدا وکیلی خود گفتی همین انا عرق اومد. گفتی یک ساعت دیم رو برگشته. من فکر کردم یه ساعت میشه بردم آپاراتیکو اصلا قیدشو بزن کلن. خودم بهت گفتم لافتی نبست کردم، دوتا رو عوض کردم جلو. حالا من عجل نداره ماشین رو بگرم اینجا شب میبرم، چه نداره یه دفکه نمیخوامش دیگه.
گریس دست روز اینا ماشین نداره ما ببره جاشو قشنگ تمیز میکنه جایی که را داره پر گریسش کنید بین اینجا هم حتما بلبرینگ خشک جا نزنید گریس قشنگ فشار بدید بره داخل بلبرین چند دور بچرخونید پایین بالاش باعث میشه عمرش بیشتر باشه چه بلبرینگ جمع جوری داره یه ذره این همه وزن ماشین رو اینه روی زنبی هم خیلی خنده شمیم خدایی چیزی جون ملت رو نجات قابل آقا به برای توی نه خیلی ماشین داغا اینجا میذارید برای یه پرایت میگی و یه پرایت میشنمی تنها ماشینی که با شاش هم کار میکن نه ای برو واشر عوض آره ماشین چیه؟ یه تنها ماشین تنها ماشینیه که با شاش هم کار میکنه تو ای برو واشر عوض کن ما بدون آب پای سر کیلومتر آقا اینجوری حساب کنه جیانام اینجوری جیانام اصلا همه چیز رو ببخش با تو فرق کرد میکنه جیان دیگه کجایی خب اینو که جا زدید داخل این طرفش گریس بزنید داخل کنس بلبرینگ پشتی رو خب این یکی بلبرینگه باید فیلم برداری کنی اگر فیلم داد باشه مردت من نزن بعد یه حرفایی که ما تو نزدیم چی؟ اونم نظاره بود تو یوتیوب خب این هم که گریس کاری کردید میریم واسه مونتاژ جکو یکم برو بالاتر ببین اینجا اگه دیدید خیلی روون رفت جا مثل این بکشید بیرون ترمز دستیش رو رکلاش کنید این رکلاش ترمز دستیش هم با این زب کنید یکم بیاد عقبتر یه دست رو بگه ببستید این رکلاش هم با این اینو باید شما بدید اقل این هرچی بیاد اقلتر تونزستی میاد بالاتر ای تست کنید هر جا که خوب شد دیگه بزنید جا زیاد هم نباید بدیدش با حالا تقریبا واشر پشت بلبرینگ رو حتما باید بذارید بیش بیدم اینه کجون من نزمه سفت نکنم به این واسه نفس گیریشن پیچ رو سفت میکنید سفته سفت نه هم با دستتون میچرخونید دو سه تا ضربه یا اون کف بردی بالا پایینش میزنید بچه آموزش دعوا میبینن اینجا دو آها خب اینجا ببین اینجا های خورشیدی رو میذارید سر جاش بابا
اینجا هم این گریس های قدیمی روش رو فقط خالی کنید، در پوش رو چک کش جا زیر خودمه کار. حتما از طریق این پیچی که آچار هش میخوره حتما هواگیریش کنید. هواگیریش هم به این صورته که یه نفر باید پدال ترمز رو بگیره و ول کنه، موقعی که زیر پای صفر شد محکم فشارش میده، شما این پیچ رو شل میکنید، هواش در میاد بیرون. موقعی که روغن ترمز بدون هوا در اومد بیرون سفتش میکنید، این درپوش هم حتما بذارید روش. تمام.